انجینر رضا احمدی چگونه در چند کلمه علاقمندان خود را ناامید ساخت؟ دوستان عزیز لطفاً ویدیو را تا آخر تماشا کنید و بعد از دیدن دقیق ویدیو نظرتان را کامنت کنید و اگر هم دوست داشتید این ویدیو را لایک کنید. انجینر رضا احمدی با اسم کامل محمد رضا احمدی، اسمی که شاید تا قبل از رونمایی موتر افغانستان کمتر شنیده شده بود، اما حالا شاید حداقل آنهایی که دستشان به شبکه‌های اجتماعی باز است این جوان مستعد را میشناسند. با ساخت سیمرغ یک سال است که اسم انجینر رضا سر زبان هاست و اینکه حالا این موتر با این شکوه در قطر مورد توجه قرار گرفته هست هم بیشتر شده. ولی سوالی که در آغاز ویدیو مطرح شد، انجینر رضا در چند کلمه علاقمندان خود را از خود ناامید ساخت و چرا؟ اولا شاید دیده باشید که از هر قوم و ملیتی به موتر ساخت انجینر رضا افتخار میکنند و اینکه این موتر از کشور مثل افغانستان ساخته شده است و همواره انجینر رضا مورد حمایت مردم قرار داشته است. شاید مصاحبه انجینر رضا را دیده باشید. در این گفتگو میگوید من افغانم و کسانی که میگویند ما افغان نه بلکه افغانستانی هستیم، انسانهای بی هویتی هستند. همچنان انجینر رضا اضافه کرد که این کلمه در مهاجرت ساخته شده و هیچ ارتباطی با مردم افغانستان ندارد. اگر آنهایی که از این حرف من ناراحت می شوند مشکلی نیست، ولی ما افغان هستیم نه افغانستانی. ترجیح می دید بهتون افغان بگن، افغانی بگن یا افغانستانی؟ به نظر من این کلمه افغانستانی تو مهاجرت ساخته شده، این یک کلمه فیکه. چیزی به اسم افغانستانی وجود نداره. حتی اگه ناراحت بعضی رسانه ها کلمه افغانستان، کلمه افغان رو تبدیل به یه توهین کردن که این آدم ها همون قدری که بی‌هویت هستن بی‌هویت تر هم بشن، بعد یه هویت ساختگی به اسم افغانستانی درست کردن و حالا این منم که دارم این هویت رو به تو میدم پس برای من کار کن. اون کلمه ساختگیه، افغانستانی که ساختگیه. افغان چی؟ افغان درسته. حالا این گفته های انجینر رضا در حال صورت میگیرد که حداقل نصفی از مردم افغانستان خود را افغان و نصف دیگرشان افغانستانی میدونند و این از کسی پوشیده نیست و شاید هم خودتان دیده باشید. حالا به دنبال این نظر انجینر رضا واکنش های فراوان برجسته شد، هم انتقاد و هم حمایت. بسیاری از مردم مدعی هستند که انجینر رضا با گفتن این کلمه تمام اعتبار خود را از دست داد و دیگر آن جوان فهمیده و قابل احترام برای ما نیست، اما بسیاری هم از این گفته های انجینر رضا حمایت کردند و گفتند که گفته های انجینر رضا دقیق و درست است، اما حالا ما کار به درست بودن و غلط بودن یا نداریم. از نظر شما کدام یک از این کلمات درست است؟ افغان یا افغانستانی؟ آیا شما هم با انجینر رضا موافق هستید یا حرف های انجینر رضا به نظر شما جنبه سیاسی دارد؟ حتما نظرتون را کامنت کنید.